طبقی آمار ابتدایی در انتخابات پارلمانی دوم اپریل حزب جمهوری خواه پرزیدنت ارمنستان سرژ سرگسیان پیش دست بوده حق تشکیل حکومت نوی این کشور را به دست آورده است. بر اساس سرقانون نوی ارمنستان قدرت تحت نظارت سروزیر قرار گرفته پرزیدنت صلاحیت های رمزی خواهد داشت. مخالفین میگویند هدف از رفراندوم ماه دکبر سال 2015 تمدید حاکمیت رانی پرزیدنت 62 ساله بود. ولی سرگسیان که رهبری حزب حاکم جمهوری را بر دوش دارد این عیبنامه را رد میکند. او دو دفعه پرزیدنت ارمنستان انتخاب شده است و سال آینده دور دوم ریاست جمهوریش به پایان میرسد. با قول مخالفین اکنون سرگسیان میتواند در سال 2018 هم سروزیر کشور شده باز هم در سر قدرت ماند و یا فردی زیر نفوذش را به مقام سروزیری پیشبری کرده دولت را زیر نظرش نگه دارد. نتیجه های پیشکی انتخاباتی نشان دادند که حزب حاکم تخمیناً 50% رای ها را به دست آورد که نسبت به انتخابات قبلی 5% کمتر است. ائتلاف رو به مسکو زیر رهبری صاحبکار گگیک سروخیان جنبش مخالف الک و حزب دشنکت ستون 5% ضروری را برای ورود به پارلمان را عبور کردند. مرکه ترغیباتی انتخابات 5 مارس آغاز یافته بود. سفارت ایالات متحده آمریکا در ارمنستان، اتحاد اروپا و چند کشور دیگری اروپایی از آن نگران بودند که در این مرکه حادثه های فشار بالای رای دهندگان به اصطلاح خریدن آواز و استفاده وسایل ماموری به نفع بعضی حزب ها مشاهده شده است. دادستانی کلی ارمنستان ابراز داشت که 220 شکایت تقلب در آوازدهی را تفتیش میکند. طبق گزارش ها تجهیزات نوی تشخیص رای دهنده خوب کار نکرده حتی پرزیدنت ارمنستان را نشناخته است.